سلام به شما دوستان عزیز، به کانال ما خوش اومدید. امروز میخوام راجب چای و قهوه واسهتون توضیح بدم. یادتون باشه که کانال ما رو سابسکرایب کنید و البته زنگوله کنار سابسکرایب رو بزنید تا از ویدیوهایی که ما قراره در آینده شیر کنیم با خبر بشید. تمام محتوای این ویدیو از منبعها و سایت‌های معتبر خارجی گرفته شده و توسط متخصصین ارائه و ترجمه شده. چای و قهوه ضد سرطان هستند. بر اساس دو مطالعه جدید که در ایالات متحده و اروپا انجام شده، مصرف قهوه و چای باعث کاهش خطر نوع خاصی از سرطان مغز به نام گلیوم میشه که حدود 80% تومورهای مغز در بزرگسالان از این نوع هستند. البته تومور مغز جزو سرطان‌های شایع نیست و علت این تومورها هم ناشناخته است. بیشترین خطر تومور مغز در افرادی دیده شده که دارای زمینه ژنتیکی و یا سابقه تابش اشعه باشند. پژوهشگران امیدوارند نتایج این تحقیقات منجر به افزایش دانش بشر درباره تومورهای مغزی بشه. روی و افزایش خواص ضد سرطانی قهوه. روی به عنوان یک ماده معدنی نقش مهمی در حفظ سلامتی داره. مطالعات جدید نشون میده که این ماده معدنی همراه با ترکیبی که در قهوه، چای و شکلات وجود داره میتونه از افراد در برابر استرس اکسیداتیو محافظت کنه. یکی از ترکیباتی که در بروز استرس اکسیداتیو نقش داشته و روی از بدن در مقابل اون محافظت میکنه، سوپراکسیده. تصور میشه که سوپراکسید در فرایند پیری و بروز برخی مشکلات مانند التهاب و سرطان نقش داشته باشه. در مطالعه‌ای که انجام شد، نتایج نشان داد نوشیدن یک فنجان قهوه در طی روز حتی بدون کافئین خطر شایع‌ترین نوع سرطان کبد که هپاتوسلولار نامیده میشه رو کاهش میده. در این مطالعه مصرف بیش از یک فنجان قهوه با کاهش بیشتر احتمال ابتلا به این بیماری همراه بود. در افرادی که روزانه 5 فنجان قهوه می نوشیدند، خطر ابتلا به این سرطان 50% کمتر بود. نتایج تحقیقات نشان دهنده ارتباط قهوه و سرطان پروستات هست. محققان ایتالیایی با بررسی حدود 7000 مرد بالای 50 سال متوجه شدند که مصرف حداقل 3 فنجان قهوه در طی روز احتمال ابتلا به این بیماری را 53% کم می‌کند. در مطالعه ای ارتباط بین مصرف قهوه و سرطان روده بزرگ بررسی شد. نتایج این تحقیق هم نشان داد اگر روزانه 1 تا 2 فنجان قهوه مصرف بشه، احتمال ابتلا به این سرطان 26% کاهش پیدا میکنه. در مطالعه فوق مصرف بیشتر قهوه موثرتر بود، به طوری که مصرف بیش از 2.5 فنجان قهوه در روز احتمال بروز سرطان روده بزرگ رو 50% کم میکرد. در مطالعه دیگری که سال 2015 منتشر شد، محققان به این نتیجه رسیدند که در مبتلایان به سرطان روده بزرگ که هر روز 4 فنجان قهوه می نوشیدند، احتمال عود مجدد بیماری 42% کمتره. در این افراد احتمال مرگ ناشی از سرطان 33% کمتر بود. بین قهوه و سرطان سینه هم ارتباط مشاهده شده. شانس ابتلا به سرطان سینه با مصرف قهوه کاهش پیدا می‌کنه. سرطان سینه از شایع‌ترین سرطان‌ها در میان زنان بوده و سالانه تعداد زیادی از زنان به علت این بیماری جان خود را از دست می‌دهند. نتایج مطالعات مختلف نشون می‌ده در زنانی که قهوه مصرف می‌کنند، در مقایسه با افرادی که به ندرت قهوه می نوشند، شیوع سرطان سینه کمتره. قهوه علاوه بر نقشی که در پیشگیری از بروز بیماری ها داره، می تونه امید به زندگی رو هم افزایش بده. در تحقیقی که سال 2018 منتشر شد، مشاهده گردید که پلی‌فنول های موجود در این نوشیدنی خاصیت آنتی اکسیدانی داشته و سرعت پیری سلولی رو کاهش میده.
و اما چای خورا، کسایی که چای دوست دارن به این قسمت خوب توجه کنن. آیا نوشیدن چای میتونه به مبارزه با انواع سرطان، بیماری پارکینسون و دیابت نوع دو کمک کنه و یا حتی خلق و خوی شما رو بهبود بخشد؟ به گفته مدیر تغذیه و سلامت و متخصص تغذیه در آتلانتا، خب تأثیر چای مثل تأثیر مواد مخدر نمیتونه درمان معجزه‌گری باشه، ولی بیفایده هم نیست، به خصوص اگه چای رو به صورت ساده و بدون اضافه کردن شکر، خامه یا شیر که مقدار زیادی کالری به اون اضافه میکنند بنوشید. چای یک گلوله نقره برای مقابله با هر نوع بیماری نیست، ولی تحقیقات نشون داده که چای میتونه در مقابل بیماری‌های جدی از ما محافظت کرده و سلامت کلی بدن رو بهبود ببخشد. در ادامه نتایجی که تحقیقات در مورد چگونگی مصرف چای برای اینکه بهترین تأثیر رو در مقابله با بیماری ها داشته باشن رو واسطون میگم. سرطان. مطالعات به قطعیت نشان ندادند که نوشیدن چای از ابتلا به سرطان جلوگیری میکنه و یا به خودی خود با سرطان مقابله میکنه، ولی میتونه در مبارزه با سلولهای سرطانی مفید باشه. به خصوص چای سبز برای مقابله با سلولهای سرطانی تأثیر بسزایی داره، چون حاوی سطوح بالای پلی‌فنول، آنتی اکسیدان‌های موجود در گیاهان کاملیا هست که در تهیه انواع چای سبز، سیاه و سفید استفاده میشه. بیماری پارکینسون. اگه میخواید علائم بیماری پارکینسون رو به تأخیر بیندازید، چای میتونه در این کار به شما کمک کنه. تحقیقاتی که در سال 2014 در مجله علوم اعصاب منتشر شده نشون میده که هر دو چای سبز و سیاه میتونه اثرات اختلال جنبشی رو کاهش بده. تجزیه و تحلیل‌های انجام شده نشان دادند که نوشیدن بیش از 3 فنجان چای روزانه علائم پارکینسون رو بیش از 7 سال در 287 نفر به تأخیر انداخته. دیابت نوع 2. افراد مبتلا به دیابت باید مراقبه چیزهایی که مصرف میکنن باشن، ولی بهتره وقتی نوبت به مصرف چای سبز میرسه این عادت خود را کنار بگذارن. یک مطالعه که در سال 2013 در مجله متابولیسم و دیابت منتشر شد نشان داد ژاپنی هایی که روزانه 6 فنجان چای سبز مصرف می کردند نسبت به افرادی که کمتر از 1 فنجان در هفته چای می نوشیدند 33% احتمال ابتلایشان به دیابت نوع 2 کمتر بوده. افسردگی. نوشیدن چای افسردگی رو درمان نمی کنه، ولی خطر ابتلا به اون رو کاهش میده. نشان داد نوشیدن 3 فنجان چای روزانه 37% احتمال ابتلا به افسردگی رو کاهش میده. بیماری‌های تنفسی. به گفته یک متخصص قلب در نیویورک، بسیاری از تولید کنندگان چای روی بسته‌بندی‌های خود عنوان می‌کنند که این محصول برای تنفس مفیده، اما چای نمی‌تونه آسم یا سایر بیماری‌های تنفسی از قبیل برونشیت رو درمان کنه، ولی می‌تونه در کاهش علائمشون کمک کننده باشه. یادم‌نوش‌های گیاهی از قبیل بابونه، نعنا، زنجبیل و رازیانه به تقویت دستگاه گوارش و تسکین ناراحتی معده کمک می‌کنند. فواید اصلی این دمنوش‌ها احساسی است که نسبت به شرایط سایر روش‌های درمانی به شما می‌بخشند. وقتی احساس خوبی در معده ندارید، مصرف دمنوش‌های گیاهی از اونجا که بسیار زود هضم هستند، به شدت توصیه میشه. این دمنوش‌ها اثر جادویی ندارند، ولی تسکین دهندند. بعضی دمنوش‌های گیاهی به طور خاص از سیستم عصبی حمایت می‌کنند. محصولات گیاهی که اغلب برای آرامش دستگاه گوارش افراد و سایر خواص درمانیشون شناخته شده هستند. و اما چای سبز نابود کننده سلول‌های سرطانی دهان. چای سبز نوعی چاییه که از جوانه‌ها و گلبرگ‌های تازه گیاه چای به دست میاد. در فرایند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت می‌پذیرد. چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی داره. نوع ژاپنی اون به اوچا معروفه.
نوشیدن چای سبز رو عاملی برای جلوگیری از ابتلا به سرطان می‌دانن، چرا که میزان آنتی اکسیدان‌های موجود در اون 100 برابر تاثیرگذارتر از ویتامین C و 25 برابر تاثیرگذارتر از ویتامین E هست. به این ترتیب با نوشیدن چای سبز و دریافت آنتی اکسیدان بدن در مقابل ابتلا به سرطان مصون می‌شود. خب فکر می‌کنم برای امروز کافیه. دوباره می‌بینمتون.